بریم با هم یکی از خوشمزه ترین کوکی ها که کوکی گردویی لاهیجانه خیلی خوشمزه و پرطرفدار رو درست کنیم. فقط ببینید چه بافت نرم و خوبی داره. آرد و با بیکینگ پود مخلوط میکنم و بعد یک مرتبه علکش میکنم. بعد اینکه همه آرد و علک کردم، آرد و کنار میذارم. یه مقدار کره دارم که گذاشتم به دمای محیط برسه. یه مقدار با همزن هم میزنم تا کره باز بشه. الان کره باز شده، نرم شده، پودر قند و روش علک میکنم. اول با قاشق هم میزنم که مخلوط بشن و بعد همزن روشن میکنم که پودر قند پرتاب نشه. ما برای این دستور به 3 تا تخم مرغ نیاز داریم. تخم مرغ اول رو به همراه وانیل اضافه می کنم و 1 دقیقه با همزم می زنم. تخم مرغ دوم رو هم اضافه می کنم و 1 دقیقه با همزم می زنم. حالا تخم مرغ سوم رو هم اضافه می کنم و 1 دقیقه با همزن هم می زنم. روغن مایه رو هم اضافه می کنم و در حد مخلوط شدن هم می زنم. مقدار شیر رو هم اضافه می کنم و دوباره در حد مخلوط شدن هم می زنم. نصف آرد و روش علک می کنم. یه مقدار هم می زنم. فقط تو این مرحله با دور کند همزن هم می زنم. ما بقیه آرد رو هم روش علک می کنم. فقط 1-2 قاشق از آرد رو نگه می دارم. یک قاشق پودر کاکائو رو هم روش علک می کنم. می تونید یه مقدار کمتر یا بیشتر استفاده کنید با توجه به رنگی که دوست دارید کوکیاتون بشه. الان دیگه سفت شده، با همزن نمیشه هم زد. من با لیسک خوب مخلوط می کنم.
گردوی نگینی خورد شده داریم که به اون آردی که گفتم نگه داشتم اضافه میکنم به همراه کشمش و خوب مخلوطش میکنم تا کشمش و گردو آردی بشن. این کار باعث میشه گردو و کشمش تهنشین نشن و همه جای کوکی یک نواخ کشمش و گردو داشته باشه. حالا کشمش گردوها را هم به مواد اضافه میکنم و با لیسک هم میزنم تا خوب مخلوط بشن. کف سینی فر کاغذ روغنی پهن میکنم، نیازی هم نیست که چرب بشه. حالا به کمک یه اسکوب یا قاشق یه مقدار از مواد کوکی بر میدارم و با دستم مرتبش میکنم. نیاز نیستش که پهنش کنیم، تو فر یه مقدار پهن میشه. خیلی هم کوکی ها رو به هم نمیچسبونم، بینش یه مقدار فاصله میذارم. به همین ترتیب تمام کوکی ها رو اسکوب میزنم. کوکی ها رو توی فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت تقریبی 20 دقیقه قرار میدم. دمای فرها متفاوته، حتما خودتون چک کنید. به همین راحتی یک کوکی فوق‌العاده خوشمزه داریم، حتما امتحان کنید، مطمئنم که خوشتون میاد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل مهتاب پز رو سابسکرایب کنید.